به نظر من ما سه مدل دیکتاتور داریم: دیکتاتور پنهان، دیکتاتور آشکار و دیکتاتور منزوی. دیکتاتور پنهان کسیه که به ظاهر مظلومه، خیلی هم مهربونه، خیلی هم نایسه، ولی از درون میخواد کلتو بکنه، از درون پر از پرونده و نفرته، ولی اصلا صورتش نشون نمیده. دیکتاتور آشکار به راحتی نشون میده، با بودی لنگویج زبان بدنش نشون میده، با صداش، تون صداش، با جمله بندیاش. خیلی خیلی مهمه این خلاها، و اینا کودکیه. 80-70-80 درصد شخصیت ما تو اون کودکی ما شکل گرفته. و اینجا باید حالا نگاه کنیم، برگردیم به خودمون، نگاه کنیم ببینیم که آیا این سه تا دیکتاتوره هستیم، اون پنهانه هستیم، اون منزویه هستیم، یا اون آشکاره هستیم. هر کدومش باشیم ما دیکتاتوریم. یعنی همه دیکتاتور هستن؟ نه همه. ببین کودک وقتی به دنیا میاد خودشیفته است، و این محیطه که حالا این کودک خودشیفته رو میکنه میکنه سالم و مهربان، و یا خشن و نامهربان، و یا مظلوم و یا ظالم. چه چیزایی میتونه تاثیر داشته باشه؟ تربیت، مادر، وجود مادر، اون نوازشی که مادر تو دوران حاملگی میکنه. ببین حتی من میگم اسمش هم بگین قبل از اینی که حتی بچه درست بشه. این زن و شوهر بعد یه هارمونی با هم دیگه در مورد این بچه درست کردن، قبل از این که اصلا تخم کاشته بشه، و بعد دوران حاملگی بدونن اسم صدا کنن، نوازش کنن پدر، چون کودک جنین میشنوه، و همه اینا تاثیر میذاره. کودک داره آرام بزرگ میشه، یا اینکه این کودکی که دائما مادر میزنه به شکم خودش، ای کاش حامله نبودم، کاش ایشالله که اون کسی که تو رو به من معرفی کرده بود. نفرین نفرین نفرین، هم به بچه‌م نفرین میکنم، و میشه جنین ناخواسته، کودک ناخواسته. یکی از دلایلی که من دیکتاتور میشم تحقیر، مقایسه و کودک ناخواسته است. و تنبیهاتی که شدم وقتی که منو از طرق مختلف تنبیه کردن، تنبیه عاطفی کردن، تنبیه جسمی کردن و تنبیه جنسی کردن منو. ببین زمانی که من سخت بزرگ شده باشم، معمولا پدر مادر اصولی نمیتونم باشم. بهانه من اینه که مگه این بلاها سر خودمون نیومد؟ فکر میکنم همین الگو رو فکر میکنم باید تحویل بدم. و به همین خاطر کودک اینجا داره تو 6-7 سال اول داره آسیب میخوره. اختلافات پدر مادر، حرفایی که پدر و یا مادر پشت سر همسرشون میزنن، این اختلافات و این حرفا یه حالت شستشو مغزی خشم و عصبانیته، چون میخوام گنگ درست کنم دیگه. تو طرف من باش، طرف مامانت نباش، یا طرف من باش، طرف بابات نباش. و اینا داره حس خشونت رو داره بارورتر و بارورتر میکنه. یه مقدار تاریخی و علمی تر، اجتماعی تر صحبت بکنیم. به ما دیکتاتور دینی داریم، دیکتاتور سیاسی داریم، دیکتاتور فرهنگی هم داریم. و این دیکتاتورها به دیدیم و میبینیم که چه ها دارن میکنن. فکر میکنم فرانسیس، دقیقاً اسمشون یادم نیست، به خاطر خانه رو میسوزاند که تخم مرغش پخته بشه و خورده بشه. کاری که ما الان دقیقاً داریم میبینیم تو کشورهای شرقی مثل سوریه و کشورهای دیگه، که کن فی یکون میکنم که قدرتمو نگه دارم. دیکتاتور کیه؟ دیکتاتور شخصی و یا گروهیه که تحمیل و اجحاف میکنه دین خودشو، سیاست خودشو، حرف خودشو. قذافی یه کتاب به اصطلاح سبز نوشته بود که من یه سفر دو بار سفر کردم سالهای قبل خاطر تحقیقم. یه کتاب سبز 24 ساعته این کتاب سبزش میچرخید تو این تلویزیونش، گفته های مثلا آنچنانیش که تازه مال خودش هم نبود. باید کتاب سبز منو بخونید. دیکتاتور مثل هیتلر، مثل صدام حسین، تاریخ خیلی زیاد دیکتاتور دیده و داره میبینه. من فقط من. و معمولا وقتی بر میگردیم نگاه میکنیم میبینیم از کجا داره آب میخوره. محرومیت های عاطفی، مالی و تحقیر شده های خیلی خیلی عمیق و جسمی و جنسی. اینا دیکتاتور کوچولو رو رشد میده. حالا من محیطی دارم که میتونم مهربان بزرگ شم. حالا یادمون باشه تو پرانتز، ما دینی داریم که میگه خشن باش، دینی داری دیگه داریم که میگه این ورت صورت، مثلا مسیحیت میگه این ورت اینو زدن صورت، این ورت صورتام بیار، این ورت صورتام بزنن. نه آن و نه این، به نظر من نه خوشونت و نه مظلوم بودن. یه بالانسی
یه خانه باید داشته باشه، حق و حقوق. یه انسان دیکتاتور حق و حقوق خودش رو فقط میشناسه، به هیچ کس حق و حقوق نمیده، خالی از درون و میخواد با قدرت نمایی، رعب و وحشت و کشت و کشتار قدرت خودش رو نگه داره و بگه منم کسی هستم. یه جورایی هم خیلی خودخواه هستن. اصلا یه جورایی نیست، خودخواهن. خودخواه میشن، خودشیفته میشن، هیچ کس رو قبول ندارن، برتری طلبن، حمله میکنن که بهشون حمله نشه، برای اینکه بین اعتماد به نفس کاذب گرفته. یکی از که از محرومیت اعتماد به نفس کاذب میگیره، چرا؟ برای اینکه میخواد انتقام بگیره. درست. میخواد حالا انتقام جد و آبادشو از همه کس بگیره. یه جورایی برعکس، وقتی بیش از حد لوس میکنن، وقتی بیش از حد به به و چهچه میکنن، بچه ای که اون آیکیوش و یا هوش و استعدادش نرماله رو میگن تو نابغه ای. اینجاست که دارن بزرگترین ضربه رو به بچه میزنن. هرچی هم خواسته بهش دادن. توقع خیلی زیاد از بچه دارن که اون یه حالت چی میگن؟ اعتماد به نفس کاذب، ولی پرفکشنیستی. یه حالت کمال پرستی. کمال پرست. کمال پرستی میده بهشون. کمالگرایی متفاوته با کمال پرستی. و این حس کمال پرستی پرفکشنیستی دوباره ممکنه منو به دیکتاتوری بکشونه، چون باید ثابت بکنم. و از این طرفم وقتی دقت میکنیم میبینیم که دوباره لوس کردن بیش از حد. هر چی میخوای بهت میدم، هر کاری میخوای برات میکنم، برای اینکه بچه من تافته جدا بافت است، یه تحفه دیگه ایه. و این بچه احساسی که میگیره از همون خانه احساس دستور دادنه. و دیدی که پدر مادر شرقی هم کیف میکنن که بشین بشو اینجوری نکن، چون بچه هست، با زبون بچه ادای مامان بزرگا بزرگا رو در میاره. مامان و باباها و خانواده کیف میکنن و این کیف کردنای اینجوری باعث میشه که بچه احساس کنه که من قدرت دارم، من میتونم زور بگم بهت. و اگر تو همون 6 7 سال اول مراقب این حق و حقوق تو و من نباشیم و ندیم، بچه فردا که بزرگ میشه میخواد همین رو وارد جامعه بکنه، وارد مدرسه بکنه، یا اونجا سرخورده میشه و یا اینکه تصمیم میگیره حالا سرخوردگیایی که دارن بهم میدن حالا به خدمت همه میرسن.